بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که در جلسه گذشته عرض کردیم که یکی از اموری که ما باید بهش اعتقاد داشته باشیم قبل از آنی که آن رو ببینیم، ماجرای فتح بزرگی است که وعده داده شده. عرض کردیم فتحی که همه پیامبران وعده دادن و با وضوح هرچه بیشتر پیغمبر اکرم این رو بیان فرمودند که چنین فتحی صورت میپذیره و جهان به روی حق و اهل حق مفتوح میشه و آدمیان قبل از ورود به قیامت، قیامت رو تجربه میکنند. این نکته مهمش اینه، اصلا فتح یعنی این که انسان قبل از اینکه وارد قیام بمیره و وارد قیامت بشه، قیامت را از طریق قیام بشریت تجربه بکنه، به قیام انسان کامل، قیام حجت خداوند، که قیام حجت خدا که همراه است با قیام بشریت، این در واقع تجربه و تمرین قیامت و به پیش باز قیامت رفتن است. اینجوری؟ بله. چنین کسی بعد در قیامت کبرایی که بعد از مرگ اتفاق میفته، این روسپید است، شادمان است، خندان است، نور از چهرش تراوش میکنه، لذت میبره و میدونه در اون صحنه باید چیکار بکنه. و تمام کسانی که در این فرایند شرکت نکردند، در فرایند وقوع قیامت قبل از قیامت کبرا، همه دوچار زیان و خسران و حسرت و اندوه میشن. خب گفتیم این ارشاد که موضوع رو همه وعده دادن، پیغمبر هم وعده دادن، در قرآن کریم هم وارد شد. بعد کسانی سوال میکردن، این کسانی هم که سوال میکردن احساس میشه که از جمله کسانی نبودند که در این فرایند شرکت داشته باشن. اینه که بهانه میگیرن و نمیدونم نق میزنن و اینجور چیزا. زمان داره میپرسه، میگه آه به من زمان بگو، متى هذا الفتح ان کنتم صادقین. مثل همین الان مثلا در زمان ما، شخص به جای اینکه منتظر واقعی ظهور امام زمان باشه و خودش رو تطبیق بدهد با شرایط ظهور، به جای اینه بره دنبال اینکه تقویم بذاره روی زمان مقدر معین کنه. آقا کی میاد کی نمیاد، زمان بگو، توقیت وقت معین بکنه. که چنین کسانی اتفاقا نمیتوانند خودشون رو در واقع تطبیق بدهند. برحال این از قدیم هم بوده، این ویژگی در زمان پیغمبر هم بوده. متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، این فتح کی واقع میشه اگه راست میگید. بعد خدای تبارک و تعالی به جای اینکه وقت رو معین کنه، زمان بدهد، این ویژگی رو اشاره میکنه که در صورتی اعتقاد و ایمان به این فتح نافع خواهد بود که الان باشه. الان یعنی الانی که هنوز به لحاظ ظاهر، به لحاظ حسی شما این فتح رو نمیبینید. مهم اینه که در این زمان که انسان این حاکمیت رو داره میبینه، ایمان داشته باشه و یقین داشته باشه که فتحی صورت خواهد پذیرفت. فتحی که از جنس اینا دیگه نیست، برعکس ایناست. خب این ایمان داره، این ارشاد که فضیلت داره، ثواب داره، زیرا که عرض کردیم قبلا در مباحث مربوط به ایمان که اصولا فضیلت ایمان وقتیه که در قدمهای اول و در مراحل اولیش مشهود نشده باشه اون چیزی که آدم بهش اعتقاد داره و ایمان پیدا کرده. در مراحل اول غیبه، در مراحل بعدی
به واسطه همین ایمان و این قدرت ایمانه که رفته رفته شروع میکنه به مشهود شدن و ظاهر شدن، آشکار شدن، که شرکت مؤمن میشه در این ماجرا و ثواب و فضیلتش هم در اینه. میفهمد به اینکه وقتی که این فتح واقع شد، یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم، اون کسانی که کافر شدن قبلا. کافر شدن یعنی چی؟ یعنی در زمان سلطه ظاهری شیاطین و کفار و طواغیت حرفشون این بود که حق با ایناست. به این علت میفرماید به این که اگر کسی بخواد نفعی ببره الان باید ایمان بیاره. خب اگر این ایمان رو آورد، این بلافاصله در عملش اثر میذاره، در رفتارش اثر میذاره. این غیر ممکنه به اینکه خودش رو تطبیق بده با وضعیت طاغوتی حاکم بر جهان، تطبیق میده با وضعیت آینده جهان. این میشه منتظر ظهور امام زمان. این حدیث هم براتون بگم و بس هم تمام کنم. بعد میفهمد به اینکه بلا هم یونزرون، بهشون فرصت داده نمیشه دیگه، موقعی که حق تجلی کن و فتح کامل بشه فرصت داده نمیشه. فاعرض عنهم، از اینا اعراض کن. وانتظر، انهم منتظرون، اینا هم باز بس انتظار، منتظر باش. وانتظر، منتظر باش، منتظر این فتح بزرگ باش. انهم منتظرون، اونا هم منتظرن، کفار هم منتظره برای خودشون فتحی هستن که یه زمانی برسد که شیطان حاکم کل جهان باشد. ولیکن خیال کرده است، خیال کرده که این چنین چیزی بخواهد واقع بشود. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودند که یوم الفتح یوم تفتح الناس علی القائم عجل الله تعالی فرجه. چقدر زیباست. فرمودند به این که روز فتح روزی است که دنیا به روی حضرت قائم آل محمد مفتوح می شود، گشوده می شود. لا ينفع احدا تقرب بالایمان ما لم يكن قبل ذلك مؤمنا و بعد هذا الفتح موقنا. برای کسی فایده ای ندارد که بخواد حالا این موقع، موقعی که دیگه ظهور انجام شده و فتح انجام شده، بخواد به واسطه ایمان تقرب به جوید به خداوند، این دیگه براش فایده ای نداره. ما لم یکن قبل ذلک مؤمنا، در صورتی که قبلا مؤمن نبوده یا به شرطی که قبلا مؤمن نبوده، الان دیگه براش فایده ای ندارد. فذلک الذی ینفعه ایمانه، اون کسی که در حال غیبت این فتح یقین داشت به این فتح، میفهمد به این که این ایمانش بهش نفع میرسونه. و یعظم الله عنده قدره و شأنه، و خداوند قدر و شأن او رو در نزد خود بزرگ میکند. و یزخرف له یوم القیامه و البعث جنانه، و در روز قیامت و در روز برانگیخته شدن و بعث از قبر، بهشت را برای او زینت میکند. یزخرفو یعنی زینت میبخشد، بهش رو مزین میکند، میآراید برای کسی، چنین کسی که ایمان قبلی داشته. و تحجب عنه نیرانه، و او رو از در برابر آتش جهنم در حجاب قرار میده. و هذا اجر الموالین لامیر المؤمنین و لذریت طیبین، و این اجر موالیان و اولیا و دوستان امیر المؤمنین و ذریه امیر المؤمنین، یعنی فقط امیر المؤمنین و ذریه امیر المؤمنین میتونن این ویژگی و شیعان این ویژگی رو دارن، این حالت رو دارن. خب امیدواریم انشاءالله خداوند به حق محمد و آل محمد ما رو از زمره و جمله مؤمنین به این حقایق قرار بدهد و ما رو در فرایند این فتح بزرگ الهی سهیم بگرداند انشاءالله.